شما صحبت کنم خوشحال میشم. این شمایی که از ما فراری؟ یه پرونده مربوط به اختلال تو بازار سکه دستمه. دیروز ازم شکایت شده مربوط به همون پرونده. به من ارتباطی داره؟ تو دادسرای ویژه کارکنان دولت ازم یه شکایت کیفری ثبت شده. هرچی پرونده دستمه ازم گرفتن. تعلیقم شدم، نمیدونم تا کی. فعلا نمیرم شعبه. هیچ کاری هم از دستم بر نمیاد. مشکلتون رو خودتون حل کنید. همون موقعی که پرونده رو ازتون گرفتم فهمیدم دیگه نمیشه روتون حساب کرد. خب پس حرفی باقی نمیمونه. کاری که من داشتم چه ارتباطی به پرونده صندوق نداشت. شما باید مدیریت کنی خواهر خانومت کاریو که ما بگیم بکنه. همین. گفتم من نمیتونم. من الان نمیتونم صحبت کنم. خداحافظ. آقای حکمت اونجا نوشته جرایم کارکنان دو این بنده خدا رو جرمه نکنن میفته تو هچل. آخه خیلی آدم خوبیه ها. آقای عباس علی شما لطفا به این کارا هیچ کار نداشته باش. الان میریم داخل ازت دفاع میکنم ببین وکیل خوبی هنی چی. چشم خیالم راحت شما هستین اصلا. چشم آب تو دلت تکون نخوره همه چی درست میشه. نه اون که آره با حضور چنین بازپرسایی در قوه باعث ایجاد بدنامی میشه جناب شیخ الاسلام. امثال بازپرس حسینی برای قضات شریف هم بدنامی میارن. مراقب حرف زدنتون باشین آقای حکمت. هنوز که چیزی مشخص نیست. بله از نظر شما مشخص نیست. تحقیقات کنید مشخص میشه. اگه سیستم قضایی ما دچار مشکل باشه امید مردم ناامید میشه. نباید بذاریم امثال آقای بازپرس حسینی مردم رو نسبت به قوه بدبین کنن. شما بر چه مبنایی نوشتین آقای حسینی امیال و اغراض شخصی خودشون رو در رسیدگی به پرونده دخیل کردن؟ بله یه بخشی از این پرونده که در پی شکایت آقای عباس علی کریمی باز شده ظاهراً ارتباط پیدا کرده به آقای ایمان خوشرسم. خب چه ارتباطی داره؟ عرض میکنم خدمتتون آقای حسینی قبل از این ماجرا با آقای خوشرسم درگیر بودن. یه رگ خیلی برآمده ای هم توی مبارزه با آقازاده‌ها دارن ایشون. حالا رو حساب کینه شخصی یا هر چی ایشون موکل منو وادار کرده که از شکایتش نگذره. یعنی اگه موکل شما از شکایتش بگذره این پرونده بسته میشه؟ معلومه که بسته میشه جناب شیخ الاسلام. اگه غیر از این بود آقای حسینی اینقدر اصرار میکرد که آقای کریمی شکایتشو پس نگیره؟ معلوم نیست که. باید ابعاد مختلف ماجرا مشخص بشه. بله ما هم دقیقاً به همین دلیل شکایت کردیم که سر از ناصر مشخص بشه. شما چرا می‌خواستین شکایتتون رو پس بگیرید؟ والا ما چه می‌خواستیم بریم کربلا؟ اجازه بده. ایشون با یه بنده خدای مشکل داشته ازش شکایت کرده. الان شکایتشو پس گرفته. الان پیگیری این شکایت برای ایشون مشکل سازه. من باید ادعای شما رو بررسی کنم. علل حساب به نظر من پاسپورت حسینی باید تعلیق بشن. کسی که با مردم اینجوری برخورد میکنه صلاحیت نداره. عرض کردم که باید بررسی بشه. بله. عنایت فرمودید بخش دوم شکایت رو دیگه. آقای بازپرس حسینی بدون هیچ دلیلی دستور جلب آقای عباس علی کریمی رو دادن. اول خودش شکایت کرده بوده بعدن حکم جلبش رو دادن. ضابط هم اومده وسط شهر این بنده خدا رو که اتفاقا آدم بسیار آبرومندی هم هست و دستبند زده و با خودش برده. درسته دیگه؟ بله سلام. من مسافرخونه بودم بعد جلوی چشم آشنا و غریبه کت بسته بردنش. حالا این بنده خدام دوره افتاده تمام کسایی که دیدنش رو توجیه کنه که آقا جان بنده اصلا خلافی مرتکب نشدم. آقای حسینی ایشون رو کت بسته برده تا وادارش کنه شکایتش رو پس نگیره. عجیبه همچین چیزی. کجاش عجیبه آقا؟ کم دیدیم از این چیزا؟ تازه بعدش هم تحت فشار روانی قرارش داده. ببینید قیافشو. حالا شما شکایتتو پس گرفتی؟ والا من معلومه که پس گرفته قربان. اگه قرار باشه آدم زیر بار حرف زور بره که سنگ روی سنگ بند نمیشه. در ضمن مد نظرتون باشه بنده وکالت این بنده خدا رو مجانی قبول کردم تا آقای حسینی متوجه باشن با کسی که ضعیفه نباید اینجوری برخورد کنه. من گفتم هر موقع پرونده تکمیل بشه اعلام میکنن شما با خبر میشه. آقا شانس بزرگ ما این بوده شما بازپرس این پرونده شدین جناب آقای حسینی. آقای جعفرزاده من نه شانسم نه عصف. آقا خواهش میکنم بفرمایید. نفرمایید آقا برو بذار ما به کارمون برسیم دیگه. بفرمایید تو رو خدا. چشم خواهش میکنم بفرمایید. ببخشید مزاحمتون شدم. چشم ببخشید مزاحمتون شدم. چشم
التماس دعا. جناب حسینی سلام. تو رو بی تو اینجا چیکار میکنی؟ خوبی؟ خوبم، اومدم ازتون خداحافظی کنم. آها، کارهای رفتن درست شد؟ تقریبا، یه مدت میرم پیش خانواده تا کارهای اقامتم درست شد. سلامتی، انشالله هرچی خیره برات اتفاق بیفته. ممنون. به حرفایی که اون شب زدین آخرین باری که با هم بودین. آها، خیلی فکر کردم. خوبه که فکر کردم. میشه یه چیزی بگم؟ ناراحت نمیشین؟ نه بگو. میگم همه چی خیلی به هم ریخته است. بعد شما واقعا امید دارین که اصلاحی اتفاق بیفته؟ چرا به این نظر توی که همه چی به هم ریخته است؟ باشه، من دارم از زاویه خودم میگم. برفض من موندم و خدمت کردم به پسری که جاشو گرفتم و درس خوندم. یه نفر کارشو درست انجام بده چه اتفاقی میفته؟ حالا خود شما وایسادین و 24 ساعته دارید خدمت میکنید، فایده ای داشته؟ من یه وظیفه روی دوشمه، درست انجامش میدم، یعنی سعی میکنم درست انجامش میدم. ولی کلان ماجرا رو که نگاه میکنی میبینی تأثیرش تقریبا صفر بوده. من یه بار زندگی میکنم، چرا باید وقتمو صرف کاری بکنم که تأثیرش تقریبا صفره؟ ترابی جان، مملکت وقتی درست میشه که ما از جونمون، از خودمون، از زندگیمون مایه بذاریم. همت 28 سالش بود شهید شد، حسن باقری 27 سال، زینالدین 25 سال. مگه یه بار بیشتر زندگی نکردن که؟ ولی از جونشون مایه گذاشتن تا من تو الان بتونیم راست راست تو خیابون قدم بزنیم. بله درست میگین، امنیت خیلی خوبه، منم این کار رو نمی کنم. ولی فقط امنیت مهمه؟ چیزهای دیگه هم مهمه. خب من الان اینجا هم برای اینکه این چیزهای دیگه رو به اندازه خودم درست کنم. بگنیم اگه بدن میاد به جای سمنت ماشین گرم و قیمت رو چون نشستی بلند سم باشیم. امیدوارم به همه این چیزهایی که میخوایی برسید. ممنون، شما همینطور. مزخرفات چیه؟ من تحت فشار گذاشتمش. اغراض شخصی دیگه، گفتم بهت. حالا این به کنار، من به ایمان خوشرزم چی کار دارم؟ اونم پاش به پرونده باز شده دیگه. شما ماشالله توی بندر عباس حسابی حالشو جا آوردی. آقازاده هم که هست، تو هم که دشمن آقازاده ها. آقا دشمن کدومه؟ شما چرا این حرفو میزنی؟ پرونده بندر عباس این برنجای آلوده که اصلا سپرده شد به یه بازپرس دیگه، قرار جلب دادرسی هم صادر شد. منم تو گزارشم نوشتم که با ادعای متهم و بازجویی‌های انجام شده استحقاق تخفیف در مجازات داره. اینجا هم که این آقا احضار شد، اومد صحبتاشو کرد و تمام شد. در هر صورت شکایت کردن، بلدم هستن کجا شکایت بکنن که پرونده رو از چنگ تو در بیارن. این عباس علی کریمی اصلا شرایط مالیش جوری نیست که بتونه وکیل بگیره. حالا که گرفته، حدس بزن وکیلش کی هست؟ دکتر حکمت. حکمت پرونده ای رو قبول میکنه که پول توش باشه. مطمئنم هم اینایی که عباس علی رو اجیر کردن بهش پول دادن. حالا تو با چه عنوانی جلب این عباس علی کریمی رو صادر کردی؟ جلب عباس علی کریمی به خاطر اتهامی بود که متوجهش بود. این مدارکشو داده بود که مدیر عامل یه شرکت سوری بشه. اصلا بحث این نبود که شکایت بکنه یا نه. خیلی خوب صدرا، تو اصلا هیچ کاری نکن تا بهت خبر بدم. من با حفاظت مکاتبه میکنم تا اونا پیگیر باشن. نگران نباش. اوه
آقا تموم شد. چی کار داری میکنی حکمت؟ کار بدی نمیکنم آقا. بریم دیگه. چرا وکالت متهم پرونده این یارو جاسوس رو قبول کردی؟ خبرش در اومد؟ ببینم. اینترنت پر شده ببین. آقا عقل وکاله رو به دلار میدادن. چرا نباید قبول میکردن؟ تو این هم پولو میخوای چیکار؟ زن و بچه که نداری. همچی اهل تفریحات هم نیستی. شما که نمیدونین تفریحات من چیه آقا امانی. سند تکبرگم تو دو هفته دیگه صادر میشه. کی بریم برای وکالت بلاعزل خونه؟ سند بیاد بعد. چه ربطی به سند داره؟ اطلاعات ملک تو قولنامه هم هست دیگه. شما جسارت هم وکیلین؟ نه اگه وکیلین بفرمایید بقیه کارا هم خودتون انجام بدین. آقا امانی شما من اعتماد ندارین؟ چی هوچی بازی در میاری؟ آقا ببخشینا جسارتاً من انقدی دارم که به این آپارتمان فسقلی نیازی نداشته باشم. من فقط خواستم دلتون قرص باشه و کارتون گیر نکنه همین. آپارتمان به اسم دکتر، اون باید خیالش راحت باشه. سند اومد خبر بده. اطلاعات خانواده صدر و حسینی جفت جور کردین؟ بابا جناقش هماهنگ کردین چی کار باید بکنه؟ فعلا داره لنگ و لغت میندازه. حل و فصلش میکنم. به نظر من تهدیدش کنید. من نگفتی تهدید فایده‌ای نداره. اونو راجب صدر و حسینی گفتم. هر چیزی جای خودش. میترسم دردسر شه برام. آقا اون الان خودش گیره. چه دردسری؟ شکایت کریمی از حسینی به کجا کشید؟ احتمالاً الان دارن تحقیق میکنن دیگه. اگه به نتیجه برسه دیگه خیالمون راحت میشه، نیازی نیست بریم سراغ پلن بعدی. آقا سوخاری بدم. بدتر چاق میکنم. آقا امانی حالمو نگیر. بعد بخور دیگه. بخور خوشمزه است. نمیزنی؟ بریم؟ دیرم شد، دادگاه دارم. درستم نم. این امانی نیست که نبشه آدم؟ چرا؟ مشاور بانک فردا. یعنی اینقدر با هم هشت رو نشت دارم؟ هر دو روز یه بار تقریبا همدیگه رو میبینم. یا توی رستوران یا تو دفتر عمل. چرا باید مشاور بانک فردا با همسر مدیر عامل صندوق کاوش رفت و آمد داشته باشه؟ چرا شو اگه میدونستیم که پرونده حل میشه؟ احضارش هم بکنیم. اگه رفت و آمد خانوادگی دوستان هست. این رستوران هم به اسم محمود شادمانه، برادر فرزانه شادمان. البته مدیریتش با همین خانومه. هم منشی شوهرش هم رستوران داری میکنه. البته ممکن جوابشون این باشه که منشی سوهانی برای هماهنگی کاری صندوق همونی رو میبینه. در حال 40% بانک مال صندوقه. میخوایی ازادشون کنی؟ همه چی منکر میشه. روی عملی کار کن. فکر نمی کردم دیگه مشاور بانک فردا بشه. رسمی نیست ولی رفت آمد داره. مدام با مدیر عامل بانک جلسه داره. اگر الان اینجایی به خاطر اینه که نون و نمک هم خوردیم، ولی اگر جواب نگیریم همین جمع میره جلوی مجلس آبروتون رو میبریم. نماینده هاشون جلسه گذاشتن.
و قول دادم حقوق معوقه رو آخر ماه میدیم، ولی قبول نکردم. یعنی اینا الان انتظار دارن ما 4 ماه حقوقشون رو یهو همین فردا بریزیم به حسابشون؟ اگه داشتیم که معطل نمی‌کردیم. کارت به استخونشون رسید آقای مهندس، و این که حق بیمه ماه پیش رو نتونستیم بدیم جدیدترشون کرده. برن یه جایی کار کنن که حقوقشون رو دقیق سر برج بدن. ما مجبورشون نکردیم که. نمیشه جناب مهندس. میرن به وزارت کار شکایت میکنن. همین 3 روز که اعتصاب شروع کردن میخواستن برن. من جلوشون رو گرفتم. مدیر کارخونه است که همین کارا رو حل و فصل کنه دیگه، وگرنه خط تولید که رو رواله. تو باید به اینا حالی کنی، ما پول کارگر جماعت رو بالا نمیکشیم. بحث بالا کشیدن نیست. کارگر هر چی دستمزد میگیره هزینه روزمرهشه. دیگه پولی برش نمونه که پس انداز کنه. یعنی اینا گرفتار روزمره هستن، نه پول مازاد بر هزینه هاشون. شما همین 1-2 روزه یه مصاحبه میکنی میگی تحریما کمر ما رو شکنده، ما مواد اولیه‌مون کمه، تولیدمون هم به همین دلیل کم شده، نمیتونیم دستمزد کارگرامون رو بدیم. بگو اگه وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کنه مجبوریم اعلام ورشکستگی کنیم. باید بحث رو بکشونی به طرفی که بگیری وزارت سمت باید به ما وام بده که بتونیم پول کارگرامون رو بدیم، از این پیچ عبور کنیم. بسیار خوب. چشم. میگم یه خبرنگاری به اسم مهرپور هم 1-2 روز بهت زنگ بزنه، فقط این به این همینا رو بگو. این پسر رحمتی چیکار داره میکنه؟ تو حیاته، خودش شده آتیش بیار معرکه. صبح منو تهدید کرد که امروز فردا میریم جلوی مجلس و وزارت کار تحسن میکنیم. غلط کرده سلطانی. بله آقا. برو این پسر رحمتی رو پیدا کن، بگو بیاد لابی پایین کارش داره. چشم. سلام آقا. سلام آقای امانی، من میرم تو ماشین. باش. چه خبر؟ دیدین که آقا چند روز تو محوطه کارخونه جمع میشه. قضیه تحسنه که گفتی چیه؟ کارگران میگن از اینجا آبی گرم نمیشه، باید بریم جلو مجلس. ای خود کردم. یعنی جمعش کنم آقا؟ نه، بذار این قضیه 5-6 روز دیگه هم طول بکشه، آتیشش هم یه خورده تندتر کن. آقای مهندس یه سری از اینا قاطی کردن، یا بلای سر خودشون میارن یا سر کارخونه. اونایی که قاطی کردن رو توجیه کن که اگه چند روز دیگه به اعتصابشون ادامه بدن حقوقشون واریز میشه. حله؟ چشم آقا، ولی امروز شعارهای تندی میدادن، با عزتی مالی میخواستن درگیر بشن. پای پلیس بیاد وسط آقا نمیشه جمعش کرد. تو اون وسطی که پای پلیس نیاد وسط دیگه درگیری هم نشه. اینو بذار جیبت. آقا دم شما گرم، دستتون رو میبوسم. اینو مازاده بر توافقمون دادم که 5-6 روز دیگه این اعتصاب طول بکشه. حله؟ خیالتون راحت آقا؟ حله. برو سلامت. باز از آقا. رفتار بد یعنی چی؟ حاج آقا بابا از بفرمایین تون با هم صحبت میکرد، فقط به خاطر اینکه پسر دکتر خوشرزمم. یه جوری با من حرف زد، یه جوری تفهیم اتهام کرد که انگار با من پدرکشتگی داره. بعدش 3-4 جلسه با هم دیگه صحبت کردیم، منم صادقانه همه چی خدمتشون گفتم. حاج آقا بابا بفرمایید روح هم از ماجرای برنجای آلوده خبر نداشت. خب
حالا حقیقتش من از آقای حسینی دلخوری ندارم. دو جلسه بعد از اون صحبت هم مثل یه متهم عادی با من رفتار کردن. وکیل من زمانی که پرونده رو خوند گفتش که منصفانه نوشته شده. جریان وامایی که از بانک فردا گرفتی چیه؟ آجام از صفر تا صدش همه چیش قانونی بوده. وقتی احضار شدی بینتون چی رد و بدل شد؟ چی گذاشت؟ من همه چی خدمتشون توضیح دادم، از مراحل گرفتن وام تا نحوه تسویه همه چیو. ایشون هم به حرفای من گوش دادن، ظاهرن هم متقاعد شدن چون تا الان هیچ تماسی با من نداشتن. خیلی خوب، ممنونم از توضیحاتت. ممنون از شما. اگه بازم موردی، سوالی، چیزی بود من در خدمتون هستم. با آقای حسینی هم بفرمایید، اگر بازم راجع به بانک فردا مسئله موردی بود میام خدمتشون. فکر کنم بهش علاقمند شدی. به سلامت. با عزتون. چی بگم آقای امانی؟ خلاصه سر این موضوع من خیلی اذیت شدم، امیدوارم که درک کنی. خانم مباهد عزیز، شما که بهتر از من مناسبات پشت پرده جشنواره رو میدونید. بله، من حتی از یکی از اعضای هیئت داورانم شنیدم که سیمرغ مکمل رو به من داده بودن، بعد دقیقه 90 جا به جاش کردن. عرض کردم که حالت مهم فروشه به فیلمه. خوشبختانه شما تو دو سال گذشته تو هر فیلمی بودیم فروخته. خب کار خودمون رو چیکار کنیم؟ واقعیتش آقای امانی، من الان درگیر پایان نامه دکترامم. ترجیح میدم یه مدت از بازیگری فاصله بگیرم، تمرکزم رو درسم باشه. ما هر وقت با خانوما کار داشتیم میخواستن درسشون رو بخونن. اختیار دارید آقای امانی، من همیشه دوست داشتم با شما کار کنم. اون فیلمی هم که با هم کار کردیم واقعا افتخار بود برام. نظر لطف شماست. البته من شرط شما رو درک میکنم، ولی خب نهایتا میخواد یک سال درگیر پایان نامه و درس و این چیزا باشین دیگه. ما تو این یک سال میتونیم رو فیلم نامه کار کنیم و ببریمش جلو. آخه تا یه سال بعد معلوم نیست چه اتفاقایی بیفته. چه اتفاقاتی میفته؟ ما الان اینجا با شما یه قرارداد عقد میکنیم برای یک سال آینده برای بازی توی سریال 20 قسمتی. تلویزیون که نیست. نه عرض میکردم، ما با شما یه قراردادی میبندیم که برای یک سال بعد هم به صرفه باشه. یعنی من حتی همین فیلمی هم که تازه بازی کردین و توی محاسبه خودم میارم، با فرض اینکه سیمرغ براش گرفته باشی. متوجه میشین؟ بله، ولی غیر معقولانه نیست الان صحبت کنیم برای یه سال دیگه؟ من باید با دستمزد شما کنار بیام که باعث افتخاره. خواهش میکنم. یه پیش پرداخت تقدیم شما میکنم که خیالتون از هر نظر راحت باشه. سعید جان پاکت و زحمت میکشی برای خانم. لطف داری. بفرمید. اون سویچ به عنوان پیش پرداخت تقدیم شما میشه. اون پاکت سفید چک دستمزد ماه اول کاری که یک سال زودتر داره تقدیم شما میشه. پاکت زرد مدارک ماشینه. زیاد نیست؟ روی هنر شما قیمت نمیشه آقای امانی. همین پیش پرداخت کافیه. همین هفته هم آقای شبابیز کارا رو انجام میدن که ماشین به نام خودتون بشه. الانم توی پارکینگ. ممنون. آخه تا سال آینده من به شما ضمانت میدم تا سال آینده هیچ اتفاقی نمیفته. اصلا اگه شما بخواین میتونیم قراردادو به دلار ببندیم یا به بیت کوین یا هر جور که شما دوست دارید. منظورم این نبود. پس تمام، مبارک. دست شما درد نکنه، فقط این قرارداد مکتوب رو هم چشم پیشنویس شما آماده میکنم میفرستم در منزل. فقط لطفاً اون چکی که توی پاکت رو دقیق بررسی کنین، همه جزئیاتش درست باشه. بله حتماً. فقط این شرکت تلاشگران عزم تاخت که چکو صادر کردن، خیالتون راحت باشه. یکی از شرکت‌های زیر مجموعه ماست. در واقع کارهای فرهنگیمون رو ساپورت میکنن. من قرارداد بله. میبندم، پرداخت از طریق حساب این شرکت انجام میشه. با این حال اگه از نظر شما مسئله‌ای هست؟ نه فقط میخواستم ببینم چی به چیه. خب سعید جان لطف کنی خانم با پارکینگ همراهی کن که راحت‌تر ماشینشون رو تحویل بگیرن.
متشکرم. با بازپرس پرونده صحبت کردم. خب مگه این عباس علی کریمی همون نیست که اسمش به عنوان مدیر عامل شرکت مارال دیده سبا ثبت شده؟ بله. یعنی پول گرفته، مدارک رو در اختیار گذاشته. سلام علیکم. تو باهاش کار کنن، درسته؟ بله. شما هم دستور بازداشت همین آدم رو صادر کردین. بله دیگه. مدارا و مماشات پردوشون میکنه. حاجی ببخشید، من اصلا متوجه نمیشم شما چی داری میگی. من به حفاظت نامه زدم، شرح ماوقع رو گفتم، عباس علی کریمی متهمه. بله. همین الان خودت هم زنگ میزنی به دادسرای کارکنان دولت، دکتر شیخ الاسلام، کامل براش توضیح میدی. و سلام. آقا همین که پای حکمت وسط بوده نشون نمیده ماجرا چیه؟ حکمت یا هر کسی دیگه، یه شکایت شده باید رسیدگی بشه دیگه. در ضمن با ایمان خوشرزم هم صحبت کردم. ایمان خوشرزم میگه برای چی؟ برای اینکه بفهمم چرا دنبال ماجرایی؟ انگیزه شخصی، کینه یا نه؟ خیلی دست شما درد نکنه. خیلی سر شما درد نکنه. برو پرونده تو ببند. اگر دلت هم خواست میتونی پرونده رو واگذار کنی. میفرستم میشه شعبه دیگه. حاجی من از بندر عباس اومدم که همچین پرونده دستم باشه. تهدیدم کردم، میخواستم منو بذارن. اصلا پای این حکمت به ماجرا باز شده. اینا همه نشون میده ما جای درستی وایستادیم دیگه. دروغ میگم؟ بله هست. حالا سر فرصت میخونه؟ نه نه، چند لحظه میدونم که خارج از عرفه، ازتون خواهش میکنم. شما برید سر کار. خیلی من بفرمید. ببخشید بزنمتون شد. بشم پرونده من رو ببن شعبه شما. میدونم پرونده تون اونجاست. در شما دادی؟ میشنم. با یه آدم از خدا بیخبری آشنا شدم. همون بار دوم ملاقات ازم خواستگاری کرد. قرار شد چند جلسه با هم صحبت کنیم. البته خانواده همون هم در جریان بودن. خب بعد دو جلسه متوجه شدم خیلی با هم تفاوت داریم. اصلا هیچ ربطی به هم نداشتیم. دختر خوبم درست توضیح بده، به خاطر همین اختلاف این بلا رو سر تو برد. تلفنی بهش گفتم دیگه نباید هم دیگر رو ببینیم. گفتم جوابم منفیه، اما اون اصرار داشت یه بار دیگه قرار بذاریم. تو ماشین نشسته بودیم، سعی میکرد منو راضی کنه، اما من بهش گفتم این ماجرا از نظر من تموم شده است. بعد یه و بی هوا گوشی از دستم کشید و کوبون تو چشمم، بعد زد تو سرم. اینقدر محکم زد که تا دو روز بستری بودم. نزدیک بود ضرب مغزی بشم. پرونده تو میخونم، میگم بچه ها با تماس بگرم. برو دخترم. من پیگیری کنم. شما الان فقط میری چیکار میکنی؟ استراحت کن. هر موقع لازم شد بهت میگم بیا. برو برو. همه ادویه ها رو سفارش دادم از مراکش، اومد دیدم طعم غذا اصلا تغییر نکرد. ای بابا قضیه چی؟ فهمیدم مشکل آشپزه است. آشپز رو عوض کردم. حالا شما بچشین. ولی صادقانه نظرتون رو به من بگین آقای امانی. سلام. رو دربایستی نکنی. سر و شکلش که قابل قبوله. نوشه جان. سپاس. بفرمایید، خواهش میکنم. متشکرم. میفرمودیم. خواهرزن حامد سعادت، بازپرس قبلی پرونده صندوق.
و همسر بازپرس فعلی که آتیش انداخته به جون دکتر. برای چی میخواییم بیاریمش تو خیریه؟ برای امر خیر. جدی پرسیده؟ برای اینکه لازمه. خیلی شما به من میگی خیالت راحت باشه، خبری نیم، همه چی مرتبه. یه اتفاقایی بعد عجیب غریب میفته، من استرس میگیرم. جزئیاتشو بعدم بتونیم، ولی خیالت راحت باشه. نمیدونم چرا همیشه به شما اعتماد میکنم. نمیدونی چرا؟ نه. برای اینکه هر وقت اعتماد کردی نتیجهش خوب بوده. این خانم برای ما مهمه. چی کار استشون؟ معلمه، دست به خیره. یعنی شما ها میخواین پول بدین ایشون هزینه مدرسه بکنه؟ خیلی بیشتر از این. میخوام بیارمش تو خیریه، عضو هیئت مدیره بشه، بهش حق امضا بدیم، امضاش بیاد تو حساب مشترک ما. قشنگ حس میکنم تو مغزتون چی میگذره. هر چی میگذره به نفهممونه. یعنی بیاد بشه عضو رسمی هیئت مدیره؟ ما به امضاش تو حساب مشترکمون احتیاج داریم. من به یه حقوق خوبم براش در نظر بگیرم. من نگرانم آقای امانی. دکتر بفهمه پشت این ماجرا چی میگذره میرزه به هم. خانم پشت ماجرا کدومه؟ روتر از این؟ پس من کامل برایشون توضیح میدم که خیال خودم راحت بشه. اگه دوست داری میتونی این کار بکنیم. ولی من جای شما بودم این کار رو نمیکردم. داده عجب زیتون گرفتم بدون هسته، خیلی خوشمزه است. چی؟ یوخ ای بابا لاین چه حرفی میزنی؟ گرون شده چی؟ شما بخور بعد تقویت چی؟ بچه بعد تقویت. مگه چند بار قرار این توپول بابا به دنیا بیاد؟ آره گوردونت برم، نه نگران نباش. باشه باشه، شما مراقب باش. سلام علیکم. ایچ نه بعدا تماس میگیرم، مشتری اومده. آره تماس میگیرم، قربونت برم، مراقب خودت باش. سلام آقا حسین، من خانومم بارداره، بعد کلی مدت خدا به ما یه بچه داده، دست از سرمو بردار. میشه بری؟ نه مرد حسابی، من تو رو تحت فشار گذاشتم شکایت تو پس نگیری؟ شما هر کاری کردی تموم شده رفته. من الان نگران اینا هم که زدن حمید رضا رو کشتن. خب اینا من دم به دمشون ندم، منم میزنن میکشن. بی‌معرفتی کردی. باش بابا باش، من بی‌معرفت خوبه؟ من بی‌معرفت. برای اینکه جون خودتو نجات بدی به من تهمت زدی. باور کن اصلا جون من مهم نیست، جون من اصلا ارزشی نداره. به اندازه سر سوزن باور کن جون من ارزش نداره. من نگران زن بچه‌مم. اصلا شما خودتو بذار جای من. اگه این بچه من کوثر من به دنیا بیاد ببینه باباش نیست، اصلا شما باشی چه حالی به دست میاد؟ ها من خدا وکیل خودتو بذار جای من. یه رفیق داشتم، همکار، قبلش همکلاسیم بود، محسن فرهانیان. همه زندگیشو وقف مردم کرده بود. اگه حقی از کسی ضایع شده برسونه دستشون. آخرش هم شهید شد، قاضی بود، ترورش کردن. اونم میتونست بی‌معرفت باشه دیگه، بره دنبال زندگی خودش، هم درد سرش کمتره هم پول بیشتری در میاره. شما آمد اینجا برای من قصه تعریف کنی؟ نه اومدم اینا رو بگم که حرف نگفته بینمون نمونه. بی‌معرفت یا چرا؟ یه چایی هم ندادی بخور. باوسه گرمونت برم. باشه آره من اشتباه کردم، قبول دارم، ولی به من حق بده، دورم کردن، تهدیدم کردن، به جون خودم، به خاطر جون زن و بچه‌ام کاری کردم.
یعنی فکر میکنی اگه تهمت نمیزدی خدا حواسش بهت نبود کمکت نمیکرد؟ یه سری به خودت بزن ابو سلیم. آقا حسین، آقا حسین، جناب دنبال چی میگردین دو ساعته؟ من اتهامم قبول دارم. من خانم کتک زدم. بنویسی چقدر دیه بدم، چقدر خسارت بدم که بیشتر از این وقت شما هم گرفته نشه. حکمو من صادر نمی کنم آقای امیر جهانی. همون دیگه، زود پرونده رو بدید بره. تأکیدم بکنید که مجرم منم. که بیشتر از این وقتمون گرفته نشه، هی بریم بیاییم. خیلی عجله داریم. آره دیگه، از کار زندگی افتادم واسه هیچ و پوچ. هزینه بیمارستانش هم میدم که به هر کسی ناکسی هم بده کار نمونم. حرف دهن تو بفهم، بیادب. توهین و بیادبی هم اگه جریمه داریم بنویسی، اونم میدم. پول چرک کف دست میدم میره. خب حالا نمیخوای توضیح بدی که چرا به این خانم آسیب رسوندیم؟ ما با هم حرف زدیم. من رو حرفش حساب کردم. این زد زیر قول و قرارمون. هیچ قول و قراری نبوده. حال به فرض که قول و قرارم گذاشتید که ظاهر اینجوری هم نبود، شما باید به ایشون آسیب برسونید. جواب رد داد، منم عصبانی شدم دیگه. بعد میفهمید با کی طرفه. پس هیکلت خجالت نمیکشی دیگه؟ نبینم دستو بیاری بالا. رو زن دست بلند میکنی؟ یکی رو ناموس خودت دست بلند کنی چیکار میکنی؟ جواب رد که داد عصبانی شدم، والا من طرفدار حقوق زنام. من احترام خیلی خاصی واسه خانم قائلم، خودش هم میدونه. تفکرات فمینیستی هم دارم. چی؟ فمینیستی؟ حالا نه اونقدر، ولی جواب رد که داد خورت برجکم. عصبانی شدم، داغون شدم. ما قرار گذاشتیم با هم حرف بزنیم، بیشتر همو بشناسیم، بعد جواب مثبت یا منفی بدیم. من طاقت جواب منفی ندارم. آقای حسینی چند لحظه میشه تشریف بیاری؟ من همین الان توی سیستم چک کردم، این آقای جهانی سه بار دیگه هم سابقه یه ضرب و جرح خانوم ها رو داشته. با دیه و خسارت به سر بر میرفته. پرونده هاش چیه بودن؟ مثل همین مورد، جواب نمیشنیده، میفتاده به جون دختره مردم. بفهمید شما. این خانم مشکلی داشت با من چپ چپ نگاه کرد؟ گرفتاری شدیم. آن پدر و مادر ماجرا رو میدونن؟ نه، گفتم خوردم زمین. اگه راستشو میگفتم که ایشون با چی به شما آسیب زد؟ با گوشی خودم. گوشیتون الان سالم؟ نه، انداختمش دور. گوشی اصلا مهم نیست، مهم اینه که همچین باعث زد تو چشم که تا نیم ساعت همه جا رو تار میدیدم. بعدش هم کوبی تو سرم. خسارت اون هم بنویسی چکشو بدم برم. آقای بازپرس، من موبایل رو میخواستم عوض کنم اصلا. گفتم که مهم نیست. نه دیگه مهمه دیگه. توی اظهاراتتون هم که ثبت شده. من توضیح دادم عریضه نویس هم نوشت. 5 میلیون اصلا 10 میلیون خسارت موبایلشو میدم. حله؟ نه دیگه حل نیست. طبق ماده 676 و 677 قانون مجازات اسلامی، آسیب زدن به اموال شخصی تا 2 سال حبس داره. با چک و پول و اینجور چیزا هم رفع و رجوع نمیشه. شوخی میکنی جناب؟ واسه یه گوشی 2 سال زندانی میبرن؟ عرض کردم تا 2 سال، بین 6 ماه تا 2 سال، بسته به تشخیص قاضی. دخترم شما میتونی بری، با تماس میگیرم. بفرمایید. ممنون، خیلی لطف کردین آقای بازپرس. جناب این چه قانون بی منطقیه؟ زندان واسه گوشی؟ نه دیگه، بلکه گردن کلفتی. آها، نبیدم میگه صدا تو ببری بالا. آروم،
گرفتاری شدیم ها. گفتم آروم دیگه. آقا ببخشید اشتباه کردم. آقا غلط کردم. صادقی بگو رضوی بیاد ما تمام ببر بازداشت کن. چک تو بذار تو چی بذار بردار. سلام. سلام بجا که نیستی؟ نه بگو. ایدت جواب داد. کدوم؟ هیچ دیگه. الان از یه خیریه به این پیام دادن که میخوان کمک کنن. چه خوب. چقدر؟ گفته باید همدیگه رو ببینیم. فکر کنم میخوان بیان بازدید. خیلی هم خوب. شالا اینقدر پول بدن که بتونی شالوچولوهای مدرسه رو باش پر کنی دیگه. مبلغش مهم نیست. همین که بیان وضعیت مدرسه رو ببینن کفایت میکنه. خیلی خوب. حالا میان خونه صحبت میکنیم باشه؟ منم زنگ آخر میام. خداحافظ. خداحافظ. یه ساعت دیگه باید پردیس ملت باشی. مراسم افتتاحیه این فیلم یه لحظه دیرتره. تهیه کنندش ایوب امانی. با مهدی رحیم‌پور ارتباط گرفتی؟ حالا اومدیم کلی پول خرج کردیم قلابمون گیر نکردیم وقت چی؟ حسابای شخصی امانی، حسابای شرکت، دفتر دستکش همه باید بررسی بشه. اگه اینجا باشی پلیسا میان سراغت. تازه اگه شانس میاری ممکنه قبلش یه کسایی بیان سراغت که دست پلیسا به زندت درسه.